خب به نام خدا، دومین جلسه آموزش میکروتیک مقدماتی رو شروع میکنیم از سلسله آموزش های فروم سیسکو به پارسی. فخر رحیمی هستم، تجربه کاریم با میکروتیک 2.5 سال و مدرک سیسکوی مرتبطی هم که دارم مربوط به این فروم CCNA هستش. آیدیم هم در تالار سیسکو به پارسی ARFR هستش. و باعثی که این جلسه انشاءالله آموزش خواهیم داد، مورد اول معرفی لایسنس های میکروتیک هست که یه مقداری توی جلسه قبل بیان شد خدمتتون، بعد مشخصه اونها و تفاوتشون، یه سری نکات رو در مورد لایسنس ها ارائه میدم خدمتتون، مراجعی که میتونه راهنماتون باشه در اینترنت در مورد میکروتیک خدمتتون ارائه میشه، در مورد شبیه ساز میکروتیک، ماشین های مجازی، نصب میکروتیک روی اونها و در مورد تنظیمات NIC ها یا کارت های شبکه روی ماشین های مجازی خدمتتون مطالبی ارائه میشه. در مورد نصب میکروتیک روتر OS روی ماشین های مجازی با هم صحبت میکنیم. بعدش میریم سراغ دستورات متنی میکروتیک، ساختارشون رو خدمتون ارائه میدم. بعد با مراحل اجرایی دستورات در محیط متنی میکروتیک آشنا میشیم، راهنمایی در مورد هر دستور در محیط متنی رو چطور میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. یه سری ابزارهای کار و ابزارهای مفید هست که در محیط متنی میتونه برامون راه گشا باشه، اونها رو خدمتتون ارائه میدم و چند نمونه دستور ساده رو هم به عنوان مثال با هم بیشتر تفصیل میکنیم تا عملکردش رو بهتر درک کنیم. روش‌های وارد کردن دستورات متنی رو در میکروتیک بررسی میکنیم، با نرم افزار وین باکس آشنا میشیم و جزئیات نرم افزار رو با هم مرور میکنیم. در مورد پروتکل دیسکاوری تجهیزات میکروتیک صحبت میکنیم و راه‌های ارتباط با میکروتیک رو در سایر سیستم‌های عامل به جز خانواده ویندوز بررسی می‌کنیم و به سراغ اولین ارتباط با میکروتیک می‌ریم و مشکلات احتمالی ارتباطی که ممکنه پیش رومون باشه. درباره مجوزهای استفاده از میکروتیک اگه بخوام خدمتتون مطالبی عرض کنم، یه جدول ارائه میشه توی اسلاید بعدی. توی این اسلاید یه سری لایسنس‌های مختلف میکروتیک و قابلیت‌های اونها بین نسخه های مختلف 4، 5 و 6 که میکروتیک ارائه داده برای تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاریش با هم مقایسه شدند. درسته ما تو این جدول تجهیزات لایسنس های لول های 4، 5 و 6 رو بررسی کردیم، اما لایسنس های لول 0، 1، 2 و 3 هم وجود داره. لایسنس سطح 0 که توسط میکروتیک ارائه میشه در واقع یک نسخه 24 ساعته از نرم افزار میکروتیک روتر OS هست که رایگان هست و شما میتونید از اون برای مقاصد خودتون استفاده کنید. لایسنس لول 1 نسخه دمو هست که محدودیت 1 کاربر رو داره. سطح 2 فعلا توسط شرکت ارائه نمیشه برای فروش و سطح 3 هم فقط به صورت کلی به فروش میرسه و میتونه به عنوان کلاینت کار بکنه. این جدولی هست که در اون شما مقایسه مختصری بین لایسنس های مربوط به میکروتیک در سطوح مختلف 4، 5 و 6 رو مشاهده میکنید. ببینید یه سری قابلیت ها ارائه شده و بعد توی هر سطح دسترسی هایی که شما دارید به عنوان کسی که از میکروتیک استفاده میکنه و هر کدوم از این قابلیت ها متفاوت هست. اگه اینجا بخوام براتون مثال بزنم، شما وقتی از لایسنس های لول 4، 5 و 6 استفاده کنید، همهشون دارای قابلیت استفاده نامحدود از اینترفیس ویلن هستن، یعنی شما تعداد نامحدودی رو میتونید به کارگیری کنید. اما وقتی میرید سراغ یه قابلیتی نظیر یوزر منیجر، برای لول 4 شما میتونید از 20، سطح 5 از 50 و سطح 6 تعداد نامحدودی استفاده کنید. یا به صورت مشابه به عنوان مثال تانل PPTP رو اگه بخوام مثال بزنیم، سطح 4، 200 و سطوح 5 و 6 نامحدود هست. پس اگر من بخوام لایسنس مناسب کار خودم رو انتخاب کنم، بایستی به این قابلیت ها توجه کنم و کارکردی رو که من از میکروتیک به عنوان یک سرویس دهنده در شبکه‌ام انتظار دارم بسنجم. تعداد کلاینت ها یا سرویس گیرنده هام رو در حال حاضر و با یه تخمین مناسبی از نیازهای آتیم بررسی کنم و با توجه به اینها سطح مناسب از لایسنس میکروتیک رو انتخاب کنم برای استفاده. در ادامه جدول شما باقی قابلیت ها رو میبینید و تفاوت اونها رو در سطوح مختلف.
نکته آخری که میخوام در این جدول بهش اشاره کنم، آخرین سطر جدول هست، یعنی قابلیت ارتقا تا کدوم نسخه رو هر کدوم از لول ها داره. ببینید مطابق این چیزی که در سطر انتهایی جدول شما مشاهده میکنید، شما امکان این که به صورت مستقیم یک لایسنس رو از لول 4 به عنوان مثال به لول 6 ارتقا بدید ندارید. به همین دلیل بایستی توی خریدتون و انتخاب لایسنسی که برای تجهیزاتتون انتخاب میکنید دقت کافی رو داشته باشید. چون من اگه بیام بر اساس تجربیات خودم یا حدس اشتباهی که میزنم یه لایسنس با لول پایین‌تر رو انتخاب کنم و بعد تعداد کاربرام زیاد بشه یا سرویس جدید رو بخوام ارائه بدم، اون لایسنس پاسخگوی نیاز من نباشه، من مجبورم هزینه بیشتری کنم و لایسنس سطح بالاتری رو تهیه کنم. خب تا اینجا یه سری با خصوصیات هر کدوم از لایسنس های میکروتیک آشنا شدیم. من یه نکته اینجا لازم میدونم تذکر بدم خدمت دوستان عزیز، ما یه عدد نسخه او اس میکروتیک داشتیم، یه عدد داریم به عنوان سطح لول لایسنس. اینها با هم متفاوته، یعنی من اگر نسخه میکروتیک روتر او اسی که دارم به عنوان مثال نسخه 5 باشه، این نسخه 5 میتونه هم لایسنس لول 4 داشته باشه، هم لایسنس لول 5 و هم لایسنس لول 6. پس این نسخه شماره میکروتیک روتر او اس با سطح لایسنس هم متفاوت هست. در مورد لایسنس های میکروتیک یه سری نکاتی هست که من اونها رو هم خدمتون ارائه میدم. مجوزهای استفاده میکروتیک دائمی هستن، یعنی برخلاف برخی تجهیزات که در شبکه باهاشون سر کار دارید و لایسنسی که تهیه میکنید ممکنه 1، 2، یا حتی 5 ساله باشه و بعد از اون زمان انقضا شما نیاز هست مجددا هزینه ای رو پرداخت کنید بابت تهیه لایسنس جدید، شما وقتی یک لایسنس رو از شرکت میکروتیک تهیه میکنید این لایسنس دائمی هست و نیازی به تمدیدش نیست، مگر اینکه نیاز باشه تا شما یک لول دیگه ای رو تهیه کنید که اون اساسا در واقع یک لایسنس دیگه محسوب میشه. نکته بعدی این که شما میتونید یک لایسنس رو به مجوزهای استفاده بالاتر ارتقا بدید، البته با شرایطی که در سطر آخر جدول اونجا لحاظ شده بود، یعنی شما 4 رو میتونید به 4.1، 4.5 یا 4.8 ارتقا بدید و ارتقا به 5 شامل شرایط خاصی میشه. مورد سوم در مورد ارتقا میکروتیک روتر او اس یا سیستم عامل میکروتیک هست. شما میتونید میکروتیک روتر او اس رو به صورت رایگان به روز رسانی کنید و این ارتقای روتر او اس میکروتیک جدا از مجوز استفاده هستش. یعنی من اگر یک او اس میکروتیک نسخه 4 داشته باشم لایسنسش لول 5 باشه، میتونم به صورت رایگان بدون نیاز به تهیه لایسنس جدید او اس هم رو به نسخه بعدی اون ارتقا بدم. مورد چهارمی که در این اسلاید مشاهده میکنید در مورد مجوزهای استفاده از میکروتیک هست در صورتی که از بین بره. اگر شما به هر دلیلی در واقع لایسنس میکروتیک رو از دست بدید، شرکت میکروتیک لایسنس جایگزینی به شما ارائه نمیده. البته یه سری تسهیلات قرار داده، یعنی به عنوان مثال در وبسایت خودش اعلام کرده میکروتیک روتر او اس هایی که روی سیستم های عادی نصب میشه و روی روتر بورد هاش نیست، اونها رو اگر هارد سیستم دچار مشکل بشه شما میتونید هارد کرش شده رو تحویل بدید و بعد لایسنس جدید رو خدمتتون ارائه میده. و نسخه پنجم که باید مجددا به دلیل اهمیتش من اینجا تکرار میکنم، امکان ارتقاء لایسنس ها هست. شما فقط میتونید به لول خاصی ارتقا بدید و نمیتونید نسخه 3 رو به عنوان مثال به نسخه 5 ارتقا بدید. خب مباحث مربوط به لایسنس رو در سلایدهای قبلی دیدید. این سلاید در مورد مراجع آموزشی میکروتیک هست که به زبان اصلی در شبکه جهانی اینترنت پیش روی شماست. طبق اون چیزی که در این جدول و در این سلاید مشاهده میکنید، معروف این و سرامتترینشون سایت خود شرکت میکروتیک هست که نشانی URLش رو مشاهده میکنید میکروتیک.com و این از این وبسایت شما برای دریافت نسخه های مختلف میکروتیک روتر او اس، پکیج های گوناگونی که در اختیارتون گذاشته، در مسارهای مرتبط برای کار با ادوات میکروتیک نظیر دود، وین باکس و نت اینستال میتونید استفاده کنید.
که این وبسایت در واقع بیشتر نقشی برای دریافت پکیج ها و نرم افزار ها رو داره. اما اگر شما به دنبال راهنمایی برای میکروتیک باشید یا مثال های عملی رو بخواید مطالعه کنید، میتونید برید سراغ ویکی میکروتیک. wiki.microtik.com در واقع کامل ترین مجموعه دستوراتی هست که شما در سراسر وب میتونید در اختیار داشته باشید و راهنمایی بسیار عالی هم هست. وبسایت سوم که rotterboard.com هست، این وبسایت در واقع اطلاعات رو در زمینه تولیدات میکروتیک، تولیدات جدید میکروتیک، روتربورد ها، متعلقات اونها، به عنوان مثال پاور، آنتن ها یا کارت های وایرلس میتونید اونجا مشاهده کنید، از تجهیزات جدید و تولیدات جدید میکروتیک آگاه بشید و این مقایسه هم بین اونها داشته باشید. چهارمین مرجع فروم میکروتیک هست که در واقع مرجع خیلی مناسبی هست برای طرح پرسشاتون و بعضی از مسئولان بخش پشتیبانی میکروتیک هم به عنوان پاسخگو در اون قسمت حضور دارن و مشکلاتتون رو رفع میکنن. مرجع پنجم tiktube.com هست. در واقع این سایت نبون امکانات اما عملکرد شبیه سایت یوتیوب داره و فایل های آموزشی رو که در کارگاه های آموزش میکروتیک در سراسر جهان برگزار شده میتونید مشاهده کنید و به زبان‌های مختلفی هم هست. وبسایت ششم میکروتیک یونیورسیتی هست که مثل راهنماها داره، میتونه برای کارکرد بهتر با میکروتیک ازشون استفاده کنید. وبسایت هفتم demo.mt.lv هست که در واقع شما میتونید بدون اینکه روتر او اس نسخه 5.5 رو نصب کنید از امکاناتش آگاه بشید، یه سری قابلیت‌هاش رو به صورت آنلاین مشاهده کنید و باشون کار کنید. هشتمین مرجع پیشنهادی هم microtik.co.id هست که وبسایتی هست که برای کار با میکروتیک و در کشور اندونزی ارائه شده. یه سری راهنماش مفید فایده هست اگه بخواید استفاده کنید ازش. مطلب بعدی این که شبیه ساز میکروتیک. شما قطعا به عنوان یک مدیر شبکه قبل از این با تجهیزات شبکه ساخت شرکت های دیگه کار کردید و یه سری سیمولاتور هایی رو برای اونها دیدید. در دسترس این مثالی که میتونم بزنم شبیه ساز قوی هست که به عنوان مثال شرکت سیسکو سیستمز برای تجهیزاتش ارائه داده که پکت تریسر هست و امکانات رو در واقع در حد خیلی قابل قبولی بدون نیاز به تهیه سخت افزار در اختیارتون قرار میده. یا مشابه اون GNS3 هست که باز هم برای شبیه سازی تجهیزات سیسکو کاربرد داره. اگه شما با میکروتیک کار کرده باشید قطعا در ابتدای کار به دنبال شبیه سازی مشابه پکت تریسر برای میکروتیک بودید. اما خب خوشبختانه و متاسفانه میکروتیک برای محصولاتش هیچ شبیه ساز نرم افزاری ارائه نکرده، یعنی نرم افزاری نیست که بتونه قابلیت های میکروتیک رو ارائه کنه. اما جنبه خوشحال کنندش این که میکروتیک خود نسخه اصلی او اسش رو که مشابه کار سخت افزارهاش رو انجام میده به صورت رایگان برای استفاده 24 ساعت توسط کاربر در سایتش قرار داده. شما برای اینکه بتونید از قابلیت های او اس استفاده کنید و هیچ سخت افزار دیگه استفاده نکنید میتونید خیلی راحت اون رو روی یک ماشین مجازی نصب کنید. پس من اگه بخوام میکروتیک کار کنم و یک میکروتیک تستی داشته باشم میتونم به سایت میکروتیک مراجعه کنم، آخرین نسخه او اس یا در واقع نسخه او اس رو که مورد نظرم هست، پکیج رو که مربوط به سیستم هست یعنی پکیج مربوط به پی سی رو انتخاب کنم، اون رو دانلود کنم از اینترنت و اون رو برای کارم و برای کارهای تستیم روی یک ماشین مجازی نصب کنم. خب در اسلاید قبلی درباره ماشین‌های مجازی خدمتتون صحبت کردم که امکان نصب او اس میکروتیک رو براتون فراهم می‌کنه. شما می‌تونید به صورت کلی توسط ماشین‌های مجازی هر سیستم عاملی رو که مایل بودید به صورت تستی و برای مشاهده قابلیت‌ها ازش استفاده کنید روی ماشین‌های مجازی نصب کنید. شما در واقع با نصب او اس ها یا سیستم عامل ها روی ماشین‌های مجازی میتونید یه محیط آزمایشگاهی کوچیک رو بدون صرف هزینه و خرید سخت افزار برای خودتون ایجاد کنید. اگه بخوام نمونه‌ای از نرم افزارهای ماشین‌های مجازی رو خدمتتون نام ببرم، نسخه VMware Workstation هست از
شرکت وی ام ور اوراکل ویرچوال باکس هست از اوراکل که پیش از این متعلق به شرکت سان بوده. مایکروسافت ویرچوال پی سی هست از شرکت مایکروسافت و پارالل ویرچوال ماشین هست از شرکت پارالل که همه اینها در واقع یه سری اساس کار مشترکی دارن و قابلیت های تقریبا مشترکی هم در اختیارتون قرار میدن. هرچند در واقع شما ممکنه در جستجو در اینترنت اسامی VMware و ویرچوال باکس رو بیشتر از بقیه ببینید. VMware قابلیت های متنوعی رو در اختیارتون قرار میده و ویرچوال باکس هم بزرگترین و مهمترین مزیتش اینه که رایگان هست و نیازی برای پرداخت هزینه برای نرم افزار نیست. خب اگر بخواید میکروتیک روتر او اس رو در ماشین های مجازی نصب کنید، شما یه سری نیازمندی های سخت افزاری رو برای در واقع میکروتیک مشاهده میکنید در حینی که در سایتش برای دانلود مراجعه میکنید. بایستی تنظیمات ماشین مجازی که قرار هست از این بعد برای شما مشابه یه سیستم فیزیکی عمل کنه، اون تنظیماتی که میکنید برای تخت افزارش حداقل نیازهای میکروتیک رو برآورده کنه. نکته دوم این هست که شما ارتباطات میکروتیکتون رو چطور میخواید تنظیم کنید. در اون صورت باید برای ارتباطاتی که در نظر دارید میکروتیکتون داشته باشه گزینه مناسبی رو برای کارت شبکه انتخاب کنید. تمام ماشین های مجازی که نمونه هایش رو من اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم، کارت شبکه‌شون تنظیمات مشابهی رو در خصوص نت که در واقع همون عملکرد مشابه نت رو انجام میده، نت عملی که ما در شبکه ها پیاده سازی میکنیم، هاست اونلی برای ارتباط فقط با یک کارت شبکه. اگه در این حالت تنظیم کنید و دیگه به خارج از سیستم ممکن ارتباط نداشته باشید، و گزینه بریج هم که باز در واقع خیلی راحت مشابه بریجی که هست که ما در دنیای واقعی شبکه استفاده میکنیم. همه ماشین های مجازی این سری تنظیمات و قواعد رو برای کارت های شبکهشون پشتیبانی میکنید. شما بسته به اینکه چه انتظاری داشته باشید از میکروتیکتون و چه عملکرد رو ازش بخواید، باید گزینه مناسب رو در این قسمت تنظیم کنید. خب در ادامه بحث من نصب نسخه او اس میکروتیک رو توی نرم افزار ویرچوال باکس خدمتتون ارائه میدم. خب این محیط نرم افزار اوراکل ویرچوال باکس هست. من میخوام اینجا نسخه او اس میکروتیک رو نصب کنم. من قبل از این فایل ایزو مربوط به ایمیج نسخه میکروتیک رو روی گزینه نیو کلیک میکنم تا یک ماشین مجازی جدید ایجاد کنم. خب در پنجه create new virtual machine من لازم هست که مشخصاتی از سیستم عاملی رو که میخوام روی اون ماشین مجازی نصب کنم رو به نرم افزار virtual box اعلام کنم. من نامش رو فروم شفق خام میذارم. توی مباحث قبلی خدمتتون عرض کردیم که میکروتیک بر پایه هسته لینوکس نوشته شده، یعنی بیسش بر اساس کرنل لینوکس هست. پس من میام در قسمت OS Type نوع سیستم عاملم رو لینوکس انتخاب میکنم و ورژن لینوکس رو هم آدر لینوکس میذارم، چون در واقع میکروتیک به صورت مشخص هیچ کنون از این نسخه های لینوکس نیست و صرفا بر پایه کرنل لینوکس هست. بعد گزینه نکست رو کلیک میکنم. در این قسمت من میزان فضای حافظه رمی که به این ماشین مجازی اختصاص پیدا میکنه رو میتونم تعیین کنم. اینجا بایستی شما دقت داشته باشید که تا چند اندازه میخواهید از میکروتیک استفاده کنید و سیستم فیزیکی خودتون چه مقدار رم داره تا یه تناسب قابل قبولی بین این دو برقرار بشه. من همین مقدار 256 مگ رو تایید میکنم. در پنجره ویرچوال هارد درایو من باید تنظیمات هارد مربوط به سیستم مجازیم رو انجام بدم. من بوت هارد درایو رو انتخاب کرده دارم. اکریت نیو هارد درایو رو انتخاب میکنم. خب
در پنجره ای که من بایستی نوع استوریجم رو انتخاب کنم، استوریج تایپ رو من داینامیک انتخاب میکنم. در واقع تفاوتشون در این هست که شما اگر داینامیک انتخاب کنید و بعد به هر دلیلی سایز دیتا هایی که در اون هارد متعلق به سیستم مجازی قرار میگیره افزایش پیدا کنه، دردسر کمتری خواهید داشت و به صورت داینامیک در مفصار ویرچوال باکس این فضای بیشتر رو به سیستمتون به سیستم مجازیتون اختصاص میده. خب اینجا من باز میتونم میزان فضای متعلق به هارد سیستم مجازیم رو معین کنم. شما مقداری که اینجا مشاهده میکنید 8 گیگ هست. من میتونم این رو کمتر هم مشخص کنم. و در نهایت شما خلاصه ای از تنظیمات رو که انجام دادید مشاهده میکنید. خب پنجره قبلی من رو تنظیمات هارد ماشین مجازی بود. اونها رو من انجام دادم. دوباره بازگشتم به تنظیمات خود ماشین مجازی. اینجا هم باز به انتهای مسیر تنظیمات رسیدم. مجدداً یه سری خلاصه از تنظیمات رو به من اعلام میکنه ماشین مجازی ویرچوال باکس و بعد گزینه فینیش رو کلیک میکنم. اگر پیش از این دقت کرده باشید در این پنل سمت چپ قبل از اینکه من ماشین مجازی ایجاد کنم هیچ چیز قرار نداشت. الان من یه ماشین مجازی با این مشخصاتی که اینجا شما مشاهده میکنید ایجاد کردم. نامش forumshafaq.com هست. در مورد مشخصات سیستم 256 مگ حافظه داره و بقیه مشخصاتی که اینجا هست. خب من تا اینجا یه ماشین مجازی دارم. حالا لازم هست که چند تا کار دیگه هم انجام بدم. اولین کارم این هست که فایل ایزوی میکروتیکی رو که نیاز دارم نصب کنم روی ماشین مجازی بهش معرفی کنم. من برای این کار بایستی وارد تنظیمات این ماشین مجازی بشم. این ماشین مجازی همونطور که مشخص هست در تصویر الان در وضعیت خاموش قرار داره، پاور آف هست. تنظیمات رو انتخاب میکنم، گزینه ستینگ رو. خب اینجا پنجره ستینگ تنظیمات ماشین مجازی رو در اختیار من قرار میده. من بایستی اون فایل ایزوم رو به طریقی به هارد این سیستم متصل کنم یا آدرسش رو بهش بدم. میام روی گزینه استوریج کلیک میکنم. در قسمت استوریج تری من مشخصه های هارد سیستم رو میبینم. گزینه آخر رو انتخاب میکنم و با کلیک روی این گزینه میام یک فایل مربوط به ویرچوال سی دی یا دی وی دی فایل رو به این ترتیب آدرس دهی میکنم. من فایل های ایزو میکروتیک او اس میکروتیک رو در درایو سیم قرار دادم. اینجا میتونم یکی از اینها رو انتخاب کنم. من نسخه 32 میکروتیک رو انتخاب میکنم. این عددی که شما ملاحظه میکنید در واقع شماره نسخه او اس هست. خب من اینجا که پیش از این خالی بود امتی بود، الان من همونطور که در تصویر مشاهده میکنید فایل میکروتیک 32 با پسوند ایزو رو از مسیر فایل سی برای سیستم مشخص کردم. خب من یه کار دیگه هم دارم. همونطور که توی ماشین‌های فیزیکی من بایستی ترتیب بوت ماشینم به طریقی باشه که اول از روی سی دی خونده بشه تا عملیات مورد نظرم انجام بشه، اینجا هم توی ماشین‌های مجازی من باید به همین ترتیب عمل کنم. یعنی ترتیب بوت رو به طریقی تنظیم کنم تا ماشین از روی اون فایل مربوط به سی دی یا دی وی دی که مد نظرم هست بوت بشه. تنظیمات بوت مربوط به ماشین مجازیم در قسمت سیستمز هست و تب مادربورد. در سربرگ مادربورد من میتونم بوت اوردرم رو تغییر بدم. به صورت پیش‌فرض فلاپی، سی دی و هارد هست. من اگر فلاپی رو بیارم گزینه سوم ترتیبش میشه سی دی، هارد، فلاپی. خب من فلاپی رو انتخاب میکنم. ترتیبی که الان شما مشاهده میکنید سی دی، هارد و فلاپی هست. خب من تنظیماتم رو تایید می‌کنم. تغییراتی که در قسمت قبل اعمال کردیم فقط برای تنظیم و تغییر ترتیب بوت سیستم بود. حالا من باید این ماشین مجازیم رو روشن کنم. روش کلیک می‌کنم و استارت رو انتخاب می‌کنم.
توی این پنجره ای که شما میبینید تنظیمات ماشین مجازی من قرار داره. خب تو صفحه Welcome to Mikrotik Router Software Installation من میتونم یه سری پکیج هایی رو مشاهده کنم. این پکیج ها هر کدومشون یه سری خدمات و سرویس ها رو به من ارائه میدن بعد از اینکه میکروتیک رو نصب کردم. پس من اگر قصد دارم بعد از نصب میکروتیک به عنوان مثال از سرویس هات اسپاتش استفاده کنم، اینجا باید اون پکیج مربوط به اون رو انتخاب کنم تا نصب شه برای من. اگر قرار هست سرویس DHCP رو ران کنم، بایستی پکیج DHCP رو اینجا انتخاب کرده باشم. این یه نکته. نکته بعدی این که شما میتونید بعد از نصب میکروتیک هم اگر پکیجی رو انتخاب نکرده باشید، اونجا پکیج رو از سایت میکروتیک دانلود کنید و در قسمت فایل ها قرار بدید و نصب بشه. خیلی راحت ریبوت با یه ریبوت این پکیج نصب میشه. نکته سوم در این خصوص این هستش که شما این مراحل رو که الان با هم داریم طی می‌کنیم در مورد ماشین مجازی فقط وقتی که نیاز باشه OS میکروتیک رو روی یه سیستم فیزیکی مثلا روی یه سرور یا حتی یه PC بخواید نصب کنید باش کار میکنید و وقتی که شما یک روتر بورد تخت افزاری میکروتیک رو میخرید به هیچ وجه با این مراحل سر و کار ندارید. پس من اینجا میام پکیج هایی رو که مورد نیازم هست انتخاب میکنم. اگر بخوام همه پکیج ها رو انتخاب کنم کافی هست که کلید A رو فشار بدم. از روی کیبورد مشاهده کردید همه پکیج ها با هم انتخاب شد. اگر بخوام نه تک تک پکیج ها رو انتخاب کنم یا از حالت انتخاب در بیانم، از کلید های جهتی کیبورد استفاده می کنم و از دکمه بلانک اسپیس کیبورد. من نسخه هایی که دارم نسخه OS میکروتیک اینجا استفاده کردم، توصیه شده که سرویس های مربوط به MPLS روتینگ تست و زن رو اگر نیاز ندارم انتخاب نکنم. پس من میام اون چند سرویس رو از حالت انتخاب خارج میکنم. یکی MPLS بود، روتینگ تست بود و پکیج مربوط به زن. خب من همه اینها رو انتخاب کردم. طبق توضیحاتی که در خطهای دوم و سوم این صفحه میبینید، اگر بخوام همه نصب بشه کافی هست آی رو فشار بدم تا اینستالم انجام بشه. من آی رو فشار میدم. از روی کیبورد از من سوال میکنه آیا مایل هستم تنظیمات قبلی من باقی بمونه یا نه. من تنظیم قبلی نداشتم روی میکروتیک. به من هشدار میده که همه اطلاعاتی که روی دیسک ماشین من هست که اینجا ماشین مجازیه پاک میشه. آیا ادامه بده به نصب؟ تایید میکنم. یه سری مراحل رو در این مرحله میکروتیک انجام میده. اگر شما میکروتیک OS رو میخواهید روی یه PC نصب کنید، توصیه میکنم قبل از اون همه دیتا هاتون از روی هاردش پاک کنید چون اثری ازشون باقی نمیمونه. در این لحظه هم داره سرویس هایی رو که نصب میکنه نشون میده و نرم افزار تا این مرحله نصب شد. من کافی یه اینتر رو فشار بدم تا ماشین مجازی من ریبوت بشه. خب میخوام بعد از این مراحل یه نکته هست توی نصب میکروتیک توی ماشین های مجازی خدمتتون توضیح بدم. دقت داشته باشید بعد از بوت میکروتیک. خب میکروتیک شروع به کار کرد، شروع به بوت کرد، دوباره همون صفحه نصب اومد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ دلیلش این هست که من توی قسمت ترتیب بوت میکروتیک ترتیب رو به گونه انتخاب کردم که میکروتیک از روی CD یا DVD بوت بشه. بنابراین الان مجددا همون اتفاق افتاده. من باید ماشین مجازی رو خاموش کنم، برم سراغ تنظیماتش و ترتیب بوت رو به گونه انتخاب کنم که اولین گزینه بوتش، اولین آپشن بوتش هارد سیستم باشه. خب اگه دقت کنید اینجا در بالا سمت چپ گزینه سیتینگ برای ماشین مجازی که روشن هست غیر فعاله. پس من باید ماشین مجازیم رو خاموش کنم یا پنجره مربوط به اون رو ببندم. خب الان که ماشین خاموش شد گزینه سیتینگ برای من قابل دسترسی هست، این رو انتخاب میکنم. بوت اوردر مربوط به ماشین مجازی در قسمت سیستمز بود، سیستم سربرگ مادربورد. من این بار هارد رو انتخاب میکنم، اولین گزینه قرار میدم. پس به این ترتیب اولین گزینه‌ای که ماشین مجازی بوتش رو از طریق اون انجام میده هارد سیستم خواهد بود.
مجددا ماشین مجازی رو روشن میکنم. ماشین مجازی در حال کار هست. این بار که از خود میکروتیک نصب شده ماشین مجازی بود شد، از من سوال میکنه که آیا مایل هستم که بررسی های روی هاردم کنی یا نه. شما وقتی این صفحه رو میبینید، همین صفحه که دو سطر بیشتر نداره، این در واقع اعلان نصب موفقیت آمیز میکروتیک روی سیستم هست. در سطر اول نسخه میکروتیک رو نوشته که 3.2 بود و در سطر بعدی من میباید که نام کاربری و کلمه عبور رو برای ورود به محیط میکروتیک وارد کنم. خب اجازه بدید این رو همینجا نگه داریم و برگردیم سراغ اسلاید هامون تا مجددا جای خودش که شد اینجا برگردیم. خب بعد از اینکه میکروتیک رو نصبش رو روی یک ماشین مجازی با هم مشاهده کردیم، میریم سراغ کار با محیط متنی میکروتیک. توی محیط متنی شما میتونید دستورات رو به صورت مرحله به مرحله وارد کنید. یه مقدار که متبحرتر شدید، امکان وارد کردن دستوراتی به صورت مرحله مرحله وارد میکردید به صورت دفعی و کامل در یک سطح هم وجود داره. این یه نکته. نکته بعد این که اون چیزی که ما برای یادگیری بهتر خدمتتون ارائه میدیم این هست که میتونید مرحله مرحله وارد کنید. خب شما ابتدای کار خیلی آشنایی ندارید با دستوراتی که در هر مرحله میتونید ازشون استفاده کنید. بنابراین میکروتیک این امکان رو براتون فراهم کرده که از نماد علامت سوال استفاده کنید تا هر مرحله‌ای که بودید میکروتیک دستورات قابل دسترسی در اون مرحله رو برای شما لیست کنه. نکته بعدی دستوراتی هستش که با حرف خاصی، مثلا حرف S شروع میشه. شما کافی هست که حرف S رو در اون مرحله تایپ کنید و کلید تب رو فشار بدید. این عملیات برای شما لیستی از دستورات مورد نظر رو که با حرف خاصی شروع شدن ارائه میده. خب نکته بعدی این که فرض کنید دستوری که شما میخواید اجرا کنید دستور سیستم هست، یا مرحله که میخواید وارد شید مرحله سیستم هست که یکی از دستورات زیر مجموعه اون رو وارد کنید. این بار شما میتونید عبارت سیستم رو تایپ کنید و در انتهای اون اگر دو حال، یکی از این دو حالت رو انجام بدید، عملکردهای متفاوتی براتون ارائه میشه. اگر در انتهای عبارت سیستم کلید انتر رو فشار بدید، به مرحله بعدی میرید و باید یکی از دستورات زیر مجموعه سیستم رو وارد کنید. اما اگر سیستم رو تایپ کنید و بعد از اون کلید تب رو فشار بدید در صفحه کلید، بدون اینکه دستور خاصی از زیر مجموعه سیستم براتون اجرا بشه، لیست دستوراتی رو که در زیر مجموعه سیستم براتون قابل دستیابی هست ارائه میشه. خب اگه اجازه بدید برگردیم دوباره به سراغ میکروتیک متنیمون در روی ویچوال باکس نصب شده بود. من نام کاربری که اینجا باید وارد کنم نام کاربری پیش‌فرض میکروتیک هست. یه خبر خوب و یه هشدار امنیتی. خبر خوب این که یوزرش ادمین هست و پسوردی هم نداره. هشدار امنیتی این که اگر بعد از نصب میکروتیک اینها رو تغییر ندید بیچاره اید، چون هکرها میتونن خیلی راحت هر کاری دلشون بخواد با میکروتیکتون انجام بدن. پس یوزرنیم پیش فرض ادمین هست، پسورد رو هم که نداره خالی میذارم. این محیطی هست که اولین بار بعد از نصب میکروتیک در واقع محیط متنی میکروتیک هست. دو سطر انتهایی رو ازتون میخوام دقت کنید. یه سافت‌ویر آیدی بهتون میده، شما میتونید از این استفاده کنید برای تهیه لایسنس میکروتیک. پس وقتی من این عبارت رو میبینم، یعنی یک، میکروتیکم لایسنس نداره، دو، اگر بخوام لایسنس تهیه کنم میباید این عبارت رو استفاده کنم برای اعلام به میکروتیک و تهیه لایسنس اصلی. یه نکته. نکته بعد این که دو سه خط بالاتر از بخش سافت‌ویر آیدی شما میبینید که از 24 ساعتی که این نسخه در اختیارتون هست چقدرش باقی مونده. این ساعت زمانی هست که شما ماشین مجازیتون رو روشن میکنید، نه از لحظه نصب. خب من اینتر رو فشار میدم تا محیط میکروتیک رو ببینم. این محیط متنی میکروتیک هست. ادمین ات میکروتیک. اگر با لینوکس کار کرده باشید که توی اسلایدهای بعدی کامل خدمتتون توضیح میدم، با یه همچین عبارت آشنایی دارید. عبارت اول قبل از علامت ات ساین نام کاربری من هست و بعد از علامت ات ساین هم
مشخصه ای هست که من به میکروتیک دادم. اگر من تعداد میکروتیک هام توی شبکه تعداد زیادی باشه، به این ترتیب میتونم توی صفحات متنی خیلی راحت تر متوجه بشم که من الان در حال کار با کدوم میکروتیک هستم، به خصوص وقتی که تنظیمات گروهی رو میخوام اعمال کنم یا پنجره های متعددی از میکروتیک ها مقابلم باز هست. این عبارت خیلی بهم کمک میکنه، من میتونم هر کدوم از اینها رو تغییر هم بدم. خب اولین گامی که من وارد میکروتیک شدم، میخوام ببینم چه دستورات رو میتونم اجرا کنم. کافی هست که علامت سوال رو تایپ کنم. بعد از تایپ علامت سوال، ببینید یه همچین بخش های رو برای من لیست میکنه. توی این لیستی که براتون میکروتیک ارائه داد، شما با دو رنگ یا سه رنگ عمده سر و کار دارید. یه سری عبارت ها رو به رنگ صورتی میبینید، یه سری عبارت ها رو به رنگ سبز و یه سری رو هم به رنگ قرمز. بخش هایی که به رنگ صورتی هست در واقع قابلیت اجرا رو داره، یعنی من اگر دستور پینگ رو بزنم میتونم یک نشانه خاص رو پینگ کنم، اما اگر به عنوان مثال بخش لاگ رو وارد شم میتونم از زیر مجموعه های دستوری لاگ استفاده کنم. ببینید پینگ موقع تایپ هم دقیقا به همین صورت، به همین رنگ برای من در میاد. لاگ، ببینید من اینجا وارد بخش لاگ شدم و میتونم دستورات زیر مجموعه اون رو استفاده کنم. اگر بخوام از دستورات زیر مجموعه لاگ آگاهی پیدا کنم، اینجا هم باز کافیه دستور در واقع عبارت علامت سوال رو تایپ کنم. پس این در مورد رنگ ها. نکته بعدی این که من اگر عبارت رو در جای خودش تایپ نکنم یا به هر دلیلی اشتباه تایپ کنم، میکروتیک به رنگ قرمز درش میاره. ببینید پینگ از مجموعه دستورات زیر مجموعه لاگ نیست. من وقتی که شروع میکنم به تایپ کردن عبارت پینگ، برای من میکروتیک به رنگ قرمز در میارتش تا متوجه باشم این رو من در جای غیر از جای اصلی خودش تایپ کردم و برای من قابل استفاده نیست. خب حالا من الان وارد مجموعه لاگ شدم. اون چیزی که در اعلام خط فرمان در انتهای صفحه شما مشاهده میکنید نشون میده که من وارد مجموعه لاگ شدم. خب حالا من اگه بخوام برگردم به جای اصلی خودم و اعلام اصلی سیستم میکروتیک، باید چیکار کنم؟ من میتونم دوبار کاراکتر نقطه رو کلیک کنم و اینتر کنم، در واقع تایپ کنم کاراکتر نقطه رو و تایپ کنم، برمیگردم به یک سطح بالاتر. پس ما توی این چند دقیقه که با محیط متنی کار کردیم به صورت مختصر یاد گرفتیم که عبارتی که من تایپ میکنم به سه رنگ هستند. سبز یعنی زیر مجموعه دارند و بایستی دستورات زیر مجموعه اونها رو اجرا کنم. قرمز به این مفهوم که اون عبارتی که من تایپ کردم یا اشتباه یا جاش اینجا نیست. و سبز و صورتی هم به این مفهوم که اون فرمان قابلیت اجرا شدن رو داره. برای بازگشت به سطح قبل‌تر هم از دو بار تایپ کاراکتر نقطه استفاده کردم. برای مشاهده دستوراتی که در اختیار من هست از نماد علامت سوال استفاده کردم و اگر بخوام ببینم چه دستوراتی با آی هست، کافی آی رو تایپ کنم و دوبار تب رو فشار بدم. به این ترتیب میبینم که به عنوان مثلا من برای آی میتونم دستور ایمپورت رو استفاده کنم یا چهار مجموعه اینترفیس IP RP ورژن 6 یا ISDN چنل رو در اختیار داشته باشم. خب من IP رو تایپ میکنم. بعد از IP من میتونم دستورات مختلف رو برای IP داشته باشم. من اگه IP ورژن 6 رو تایپ کنم و بعد تب رو فشار بدم، در سطر بعد از اون دستور به من میکروتیک بخش های قابل دسترسیم رو از زیر مجموعه IP ورژن 6 بهم ارائه میده. پس من IP ورژن 6 رو تایپ کردم، IPv6 رو تایپ کردم، تب رو فشار دادم، میبینم که زیر مجموعه که بهم میکروتیک اعلام میکنه address, firewall, ND, neighbors و root و export هست. پس به این ترتیب هم من میتونم از مجموعه های دستوری که زیر مجموعه یک عبارت خاص هست آگاهی داشته باشم. خب اجازه بدید برگردیم به اسلاید هام. در بخش دوم نکات مهم کار با محیط متنی
باقی مسائل رو خدمتون عرض میکنم. هر دستور فقط وقتی که مربوط به مجموعش باشه اجرا میشه. به عنوان مثال اگه بخوام خدمتون مثالی بزنم، دستور ریبوت هست برای ریبوت کردن میکروتیک. این دستور رو به این صورت که مشاهده میکنید، من مشخصش کنم داخل اسلاید، به این صورت اگه بخواید وارد کنید اجرا نمیشه و در واقع به رنگ قرمز در میاد. چرا؟ به این خاطر که دستور ریبوت متعلق به زیر مجموعه های بخش دستوری سیستم هست. یعنی برای اینکه من بخوام سیستم رو ریبوت کنم بایستی اول مشابه این وارد بخش سیستم بشم، بعد دستور ریبوت رو اجرا کنم. هر سطح به رنگ سبز و هر دستور هم به رنگ صورتی در میاد. در نکات مهم کار با محیط متنی بخش سومش، نکته هست که میتونه خیلی به شما در زمان و در تایپ سریع‌تر دستورات کمک کنه. شما دستورات رو که میتونید به صورت مرحله‌ای تایپ کنید، همونها رو میتونید مستقیما در یک سطح هم وارد کنید. یعنی من به جای اینکه اول وارد بخش سیستم بشم اینتر کنم و بعد دستور ریبوت رو تایپ کنم، میتونم مستقیما سیستم فاصله ریبوت رو تایپ کنم. میکروتیک به صورت خودکار تشخیص میده که من میخوام اول وارد مجموعه سیستم بشم و بعد از زیر مجموعه های سیستم دستور ریبوت رو اجرا کنم. کارکردشون هم دقیقاً مشابه هم دیگه هست. مورد بعدی اسلاید چهارمی هست در مورد کار با محیط متنی. در مورد تفسیر دستورات هست. خب خدمتتون توی مباحث قبلی عرض کردم که میکروتیک بر پایه لینوکس هست و اگر لینوکس کار باشید با این مباحث آشنایی کاملی خواهید داشت. تفسیر دستور بالا به این صورت هست که کاربر ARFR داخل میکروتیکی که مشخصه اون میکروتیک persian-mikrotik.ir هست، از مجموعه دستورات سیستم میخواد دستور ریبوت رو اجرا کنه. و باز هم تذکر میدم همه دستورات در همه مراحل اجرا نمیشه. مثالش هم دستور مشهور پینگ هست. یعنی من میام بخش اینترفیسی تغییری میدم، IP ست میکنم و بعد بلافاصله دستور پینگ رو میزنم، در صورتی که باید برم به محیط مربوط به دستور پینگ در محیط اجرا میشه که سطح اصلی سیستم هست. اینجا باز مثالی زده شده در مورد اجرای دستور در محل غیر مربوط به خودش. به عنوان مثال دستور پینگ رو من وقتی توی زیر مجموعه سیستم اجرا کنم، یعنی همچین خطایی به هم میده میکروتیک. طبق این خطا من نام دستوری نامناسب رو انتخاب کردم. در واقع دستور رو در محل غیر مرتبط خودش اجرا کردم. خب برسیم سراغ اسلاید ششم، کار با محیط متنی. شما کار با محیط متنی میکروتیک رو مشاهده کردید و ممکنه براتون سوال پیش بیاد که توی پیش زمینه ذهنی که از میکروتیک خدمتتون هست، یه محیط گرافیکی رو به چشم دیدید. شما برای کار با میکروتیک و کانفیگ و پیکربندی اون گزینه‌های متعددی پیش رو دارید. به دو صورت عمده کار، به صورت گرافیکی و به صورت متنی میتونید با میکروتیک کار کنید. گرافیک اگه بخواید کار کنید با نرم افزار وین باکس میتونید کار کنید. کارها تو محیط ساده تر هست، قابل درک تر هست، میتونید خیلی راحت تر تنظیماتتون رو اعمال کنید. اما وقتی بخواید با محیط متنی میکروتیک کار کنید، میتونید از یکی از محیط های وین باکس، از بخش نیو ترمینال استفاده کنید. یعنی وارد رابطه گرافیکی وین باکس بشید که برای میکروتیک ارائه شده، از اونجا پنجه نیو ترمینال رو انتخاب کنید و دقیقا همین مراحلی رو که اعلام شد دستورات رو به همون ترتیب کار کنید. گزینه بعدی که ممکنه برای کار به صورت متنی با میکروتیک پیش روی شما باشه، زمانی هست که یک روتر OS رو روی یک ماشین مجازی یا حتی روی یک سیستم فیزیکی شما نصب می‌کنید، اونجا باید دستورات رو به صورت متنی وارد کنید و به صورت متنی کار کنید. گرچه میتونید بعد از اینکه سی تنظیمات پایان انجام دادید، حتی با میکروتیکی که روی ماشین مجازی نصب شده از طریق نرم افزار وین باکس ارتباط داشته باشید. و گزینه بعدی استفاده از نرم افزارهایی هست که ارتباط با تجهیزات رو به صورت SSH یا تلنت براتون فراهم میکنه، از قبیل نرم افزاری به عنوان مثال به نام پوتین. به این ترتیب شما فقط کافی هست نشانی IP میکروتیک رو به علاوه نام کاربری و کلمه عبور وارد کنید و بعد محیط میکروتیک رو براتون، محیط متنیش رو ارائه میده. فایده کار با این قبیل نرم افزارها، یعنی اونهایی که ارتباط به صورت تلنت بسیت اش دارن، هم
زمانی هست که شما دسترسی به وین باکس ندارید یا به هر دلیلی پورت مربوط به وین باکس توسط مدیر اون بخش از شبکه بسته شده و دلیل دیگه ای که ممکنه شما رو مجبور کنه از ارتباط متنی میکروتیک استفاده کنید این هستش که بعضی از دستورات در محیط گرافیکی قابل انجام نیست. من به عنوان مثال هر منوی از وین باکس رو که بررسی کنم امکان اکسپورت بخشی از تنظیمات میکروتیک رو به من نمیده، یا من در محیط وین باکس طبق اون چیزی که میکروتیک گفته نمیتونم مک آدرس یک اینترفیس رو تغییر بدم، مربوط به میکروتیک فیزیکی منظورم هست، اما این کار رو میتونم با محیط متنی انجام بدم. پس دو دلیل داریم که از محیط متنی استفاده کنیم: زمانی که وین باکس در دسترسمون نیست یا پورت ارتباط با وین باکس بسته شده، زمانی که هنوز تنظیمات روی میکروتیک انجام نشده بخصوص وقتی او اسش رو نصب میکنم که ارتباط با وین باکس هم برقرار بشه، و یا گزینه مهمی که منو ممکنه مجبور کنه این هست که بعضی از کارها در محیط گرافیکی قابل انجام نیست. حتی اینجا آیت تایپی داره، فقط در محیط متنی. خب هفتمین نکته مهم برای کار با محیط متنی از این مجموعه اسلاید ها این هست که من یه سری تنظیمات رو اعمال میکنم. به عنوان مثال یه نشانی آی پی میدم به اینترفیس های میکروتیک وقتی در حالت متنی هستم، بعد میخوام ببینم آیا این تنظیمات من اعمال شده یا نه. این یه احتمال هست. احتمال بعدی این که من میخوام ببینم تنظیمات فعلی که روی میکروتیک هست چی هست، یا به عنوان مثال لاگ میکروتیک رو ببینم. برای اینکه بتونم من این مشخصات مورد نظرم رو مشاهده کنم کافی هستش که از دستور پرکاربرد پرینت استفاده کنم. نکته ای که باید بهش دقت کنید که دستور پرینت تقریبا در هر مرحله برای شما قابل اجراست، یعنی در واقع میشه گفت پای ثابت زیر مجموعه دستورات مختلف میکروتیک هست. اجازه بدید من برگردم به میکروتیک مجازی که نصب کرده بودیم. خب ببینید من اینجا میخوام با تخصیص نشانی آی پی به اینترفیس های میکروتیک هم یه مقدار کار کنیم. من الان وارد مجموعه آی پی میخوام بشم، آدرس ها رو میخوام ببینم. خب اینجا میخوام ببینم چه آدرس هایی داره. کافیه پرینت رو تایپ کنم. ببینید چیزی که بهم نشون داده هیچ آدرسی به این میکروتیک اختصاص داده نشده. من میخوام یه آدرس اضافه کنم. آدرس رو از من میپرسه. من آدرس رو به عنوان مثال 192 168 88 1/24 انتخاب میکنم. نکته که احتمالاً برای همه دوستان ممکنه سوال پیش بیاد در مورد 24 هست. ببینید من وقتی میخوام مشخصه های ارتباط با شبکه رو برای یک سیستم مشخص کنم، گیت‌وی شبکه باید مشخص باشه، سابنت ماسک شبکه باید مشخص باشه و نشانی اون کلاینتی که میخوام بهش آی پی اختصاص بدم. من میام در واقع بر اساس آدرس دهی استانداردی که توصیه شده سابنت ماسک رو به صورت اسلش و بعد یک عدد نشون میده. اما این عدد 24 از کجا آمده؟ من اگه بخوام یک کلاس کامل آی پی رو در نظر بگیرم، این کلاس توی تنظیمات عادی که دارم به صورت 255 255 255 صفر نشون داده میشه. حالا اگه من بیام هر کدوم از این 255 ها رو بر حسب مبنای دودویی یا باینری بنویسم، هر کدومشون 8 تا 1 میشه، یعنی هر 255 میشه 8 تا 1. خب من سابنتم 3 تا 255 بود و بخش آخرش هم صفر بود، پس 3 تا 8 عددی 1 دارم، یعنی 3 8 تا 24 تا 1 دارم. پس من به جای اینکه میام سابنت رو به اون ترتیب مشخص کنم، تعداد به صورت عادی می‌نویسم، به باینری تبدیلش می‌کنم، تعداد یک ها رو می‌شمارم و بعد از علامت اسلش قرار میدم. خب از من می‌پرسه که این آدرس رو برای کدوم اینترفیس میکروتیک، برای کدوم کارت شبکه میکروتیک می‌خوام اختصاص بدم. من می‌خوام این رو به اینترفیس اولش مرتبط کنم. اینترفیس های میکروتیک رو ما با نام ادر می‌شناسیم. پس من این رو به ادر یک میکروتیک مرتبط میکنم. دقت داشته باشید که من وقتی عبارت دیگه ای تایپ میکنم
رنگش از حالت سبز خارج میشه و به رنگ خاکستری در میاد. ببینید هدر یک براش قابل قبول هست، محض اینکه من این رو تایپ میکنم به رنگ سبز در میاد. اگر به عنوان مثال هدر 2 یا 5 من تایپ کنم به رنگ خاکستری در میاد. خب من اینترفیس رو هم برای میکروتیک مشخص کردم و اینتر زدم. به این ترتیب من آدرسی رو که 192.168.2.8.1 بود با مشخصه سابنت که به صورت /24 بیان شد رو به اینترفیس ادر یک میکروتیک مرتبط کردم. یه نکته بعد این که نشانی 192.168.8.1 تا 255.54 نشانی آی پی سیستم هست، اما اگر همین نشانی رو من به صورت 192.168.8.0 بیان کنم این نشون دهنده مجموعه آی پی های اون بازه من هست. یعنی اگر من 192.168.8.0 رو جایی وارد کنم در میکروتیک 88.0.24 رو میخوام به تمام مجموعه آی پی اشاره کنم. برگردیم سر عبارت پرینت. من میخوام ببینم آیا این تغییراتی که من اعمال کردم برای اینترفیس میکروتیک اعمال شده یا نه. اینجا باز کافیه من پرینت رو تایپ کنم و اینتر کنم. این بار میبینید آدرس 192.168.8.1 هست، نتورک هم 88.0 هست و برادکست هم 88.25. پس من به این ترتیب اولا با هم مشاهده کردیم که چطور میشه ابتدای کار که در محیط متنی هستیم به میکروتیک به اینترفیس های اون نشانی آی پی رو اختصاص بدیم و همین بهانه کار کرد و دستور پرینت رو هم دیدید. دیدیم که پرینت توی بخش آی پی قسمت آدرس جواب میداد. من میخوام برم به عنوان مثال به بخش لاگ در لاگ های میکروتیک رو ببینم. اینجا هم من میتونم از دستور پرینت استفاده کنم و ببینم اینجا بر اساس زمانی که داره اتفاقات رو که برای میکروتیک رخ داده برای من نشون میده. خب برمیگردیم به سلاید هامون. بعد از نکات مهم کار با محیط متنی میریم سراغ نرم افزار وین باکس. این باکس در واقع رابط گرافیکی کاربر هست که میکروتیک برای استفاده از قابلیت های میکروتیک در سیستم عامل وین باکس فراهم کرده. همه دستوراتی که توی ترمینال میکروتیک یا بخش متنی میکروتیک قابل عمل بود به همون صورت توی وین باکس هم کار میکنه، مگر بعضی از دستورات خاص که ذاتاً امکان اجرا در محیط گرافیکی وین باکس رو ندارند. خب اگر مایل هستید تا محیط گرافیکی میکروتیک رو در سیستم عامل ویندوز در اختیار بگیرید لازم هست که کار با نرم افزار وین باکس رو یاد بگیرید. خب نرم افزار وین باکس یه نرم افزار با فرمت اگزاس، حجمش بسیار کم است، حدود 300 کی و برای دریافت شما چند تا راه دارید. راه اول مراجعه به وبسایت شرکت میکروتیک هست و دریافت وین باکس. راه دوم در صورتی هست که شما یک میکروتیک رو جای نصب کردید و قبلا سرویس www یا سرویس وبش رو فعال نکرده باشید یا پورتش رو تغییر نداشته باشید. در انتظار شما میتونید این نشانی رو که در تصویر میبینید، نشانی که من الان زیرش رو مشخص میکنم، مستقیما در مرورگرتون تایپ کنید و بعد به این ترتیب نرم افزار وین باکس از روی میکروتیک نصب شده برای شما قابل دسترسی هست. بعد از اینکه شما وین باکس رو دانلود کردید، چون با فرمت اگزاس کافی روش کلیک کنید و اجرا بشه. شما محیطی رو که هنگام کار با وین باکس مشاهده میکنید به این ترتیب هست. این محیط نرم افزار وین باکس هست که بخش های مختلفی داره که اونها رو خدمتتون ارائه میدم. بخش اول قسمتی هست که شما در واقع شیوه ارتباط با میکروتیک رو تعیین میکنید. شما یه قسمت دارید به عنوان کانکت تو. در مقابل این شما بایستی نشانی میکروتیک رو وارد کنید. برای وارد کردن نشانی میکروتیک شما دو راه دارید، یا نشانی مک آدرس میکروتیک رو وارد کنید یا نشانی آی پی میکروتیک رو. دو تا نکته هست در این مورد خدمتتون ارائه میدم. یکی اینکه نشانی آی پی میکروتیک رو که وارد میکنید از یه شماره پورتی استفاده میکنه، نشانی مک آدرس میکروتیک رو که وارد میکنید از شماره پورت دیگه استفاده میکنه. پس اگر توی شبکه هستید به عنوان مدیر شبکه و لازم هست که مسائل امنیتی شبکه رو هم مراعات کنید، مراقب دسترسی خودتون به میکروتیک ها باشید و این دو پورت که 8291 به عنوان مثال برای ارتباط با آدرس آی پی هست رو مسدود نکنید، چون بعد ارتباط خودتون قطع میشه با میکروتیک.
پس یه راه ارتباطی این هست که ما آدرس های میکروتیک رو اطلاع داریم، آدرس ها رو وارد میکنیم، آدرس مک آدرس یا آدرس آی پی رو. در مورد مک آدرس هم این نکته رو خدمتتون ارائه میدم که شما نمیتونید با میکروتیکی که ارتباط شبکه نزدیکی باش ندارید به صورت مک آدرس ارتباط داشته باشید. به عنوان مثال من نمیتونم الان از طریق اینترنت با میکروتیکی که جای دیگه متصل هست حتی اگه مک آدرس رو بدونم ارتباط داشته باشم، چون این مقدور نیست. اگر آدرس میکروتیک رو ندارم من میتونم از دکمه‌ای که در انتهای بخش آدرس هست استفاده کنم. شما وقتی روی این دکمه کلیک میکنید بین باکس میاد با استفاده از پروتکل دیسکاوری میکروتیک که MNDP هست، میکروتیک نیبر دیسکاوری پروتکل، میاد میکروتیک های شبکه رو بررسی میکنه و اونها رو پیدا میکنه براتون. میکروتیک توی راهنمایی که برای وین باکس مشخص کرده اعلام کرده این دکمه علاوه بر اینکه با پروتکل دیسکاوری میکروتیک یعنی MNDP کار میکنه، با بعضی از لوازمی که از سیسکو دیسکاوری پروتکل پشتیبانی میکنن هم ارتباط میگیره. یعنی به عنوان مثال اگر شما سویچ های سیسکوتون رو درست تنظیم کرده باشید بخش CDPش رو میتونید از این قابلیت میکروتیک برای مشاهده سویچ های سیسکوتون هم استفاده کنید. کارکرد دیگه که این دکمه بهم میده این هست که من وقتی میخوام در واقع یه ریپورتی بگیرم از وضعیت میکروتیک های شبکه‌ام که کدوم ها آپ هستن و کدوم احتمالاً داون شده، میتونم خیلی راحت وین باکسم رو باز کنم، روی این دکمه کلیک کنم، لیستی از میکروتیک هایی که در اون لحظه توی شبکه قرار دارن رو من ارائه میده. در واقع کار کرد با این دکمه خیلی راحت تر از استفاده از آی پی اسکنر ها هست یا پین کردن تک تک میکروتیک ها. نکته بعد این که اگر میخواید در مورد تنظیم CDP یا سیسکو دیسکاوری پروتکل اطلاعات بیشتری داشته باشید، یه لینک هست انتهای اسلاید networkimpression.com/p107، میتونید از این برای کسب اطلاع در مورد CDP استفاده کنید. نکته بعدی ارتباط با میکروتیک و وین باکس بخش پنجم. شما وقتی اون دکمه انتهایی رو که از این بعد بهش لودر میگیم روش کلیک میکنید، یک منو براتون باز میشه. شما میتونید در این قسمت یه سری اطلاعات از میکروتیک های شبکتون در اختیار داشته باشید. در ستون اول شما میتونید در مورد مک آدرس های اونها اطلاعات داشته باشید که مک آدرسشون به چه صورت هست. در ستون دوم نشانی آی پی اونها رو مشاهده خواهید کرد. در ستون سوم مشخصه اونها رو ببینید. طبق اون چیزی که در تصویر مشاهده میکنید نام های مختلفی رو تخصیص داده ادمین شبکه و خیلی راحت میتونه ببینه آیا در اون لحظه به عنوان مثال میکروتیکی که به عنوان وب پراکسی نوشته مشخصش رو توی شبکه حضور داره یا نه. نکته بعد اینکه من میتونم از طریق همون دکمه لودر وین باکس نسخه او اس میکروتیک های شبکه‌ام رو هم ببینم. ببینید اینجا مشاهده میکنید که یه تعدادی میکروتیک او اسشون 2.9 آر سی هست، یه تعدادی 2.9 هست، یه تعداد 2.9.1 هست و به همین ترتیب. پس من میتونم خیلی راحت با اون دکمه مک آدرس مشخصه میکروتیک، نشانه آی پی و نسخه او اس اونها رو هم ببینم. نکته بعدی در مورد نرم افزار وین باکس و ارتباط با میکروتیک، در مورد کادر مقابل کانکت تو هست. شما میتونید داخل اون کادر هم نشانی آی پی یا نشانی مک رو استفاده کنید و بعد روی دکمه کانکت کلیک کنید. در مورد پورت ارتباطی میکروتیک با پورت ارتباطی وین باکس با میکروتیک های شبکه خدمتتون یکی دو اسلاید قبل توضیحاتی دادم. اینجا شماره پورت ها رو شما مشاهده میکنید. اگر بخواید ارتباط با میکروتیک از طریق مک آدرس باشه، شما میتونید از در واقع این ارتباط از طریق پورت 2561 هست و اگر بخواید ارتباطتون با میکروتیک از طریق نشانی آی پی باشه، از طریق پورت شماره 8291 هست. در داخل محیط وین باکس شما این امکان رو دارید که شماره پورت ارتباط با میکروتیک از طریق آی پی رو از 8291 به هر شماره دلخواه غیر اشغال باشه، یعنی سرویس دیگه روی اون ران نشده باشه، تغییر بدید. اگر این تغییر رو شما اعمال کنید، در این صورت نشانی رو بایستی بعد از اون نشانی شماره پورت رو هم وارد کنید. یعنی اگر من به عنوان مثال پورت رو به 888 تغییر داده باشم، بایستی نشانی رو به صورت 192.168.881 و بعد از اون شماره پورت رو که اون سرویس رو روی اون تنظیم کردم وارد کنم. این یه نکته. نکته بعد این که شما توی اسلاید قبلی هم
ناچار دید که توی این استایل. بعد از میکروتیک ها هستن که نشانی آی پی شون صفر هست. اینها در واقع میکروتیک هایی هستن که اولین بار ارتباط دارن. شما اگر با همچین میکروتیک هایی مواجه شدید، برای اولین ارتباطتون میبایست از نشانی مک آدرسش استفاده کنید، اما بعد از اینکه وارد شدید و تنظیمات آی پی رو در محیط این باکس برای اینترفیس هاش اعمال کردید، از اون بعد شما دیگه بایستی ارتباطتون رو از طریق آی پی ادامه بدید، چرا که ارتباط از طریق مک با میکروتیک کند هست، ناپایدار هست و ممکنه بعضی از فرامینی که شما به میکروتیک اعلام میکنید با تأخیر همراه باشه و خیلی پاسخگویی خوبی نداشته باشه. خب هفتمین بخش از ارتباط با میکروتیک از طریق وین باکس. در محیط وین باکس شما دکمه‌ای دارید به عنوان دکمه سیو. این دکمه مشخصه های نشست ارتباطی که با میکروتیک دارید رو ذخیره میکنه. کافیه مشخصه های میکروتیک رو وارد کنید و دکمه سیو رو انتخاب کنید. دکمه ریموو رو دارید که میتونه یکی از مشخصه هایی رو که قبلا ذخیره کردید رو حذف کنه. دکمه تولز رو دارید که یه سری امکانات بیشتری رو براتون فراهم میکنه، مثلا میتونید ایمپورت یا اکسپورت کنید نشانه های ذخیره شده ای که روی وین باکس دارید و گزینه دارید با عنوان سکیوریتی مود. اگه سکیوریتی مود رو فعال کنید، در این صورت ارتباط شما بین وین باکس و میکروتیک از طریق در واقع TLS یا Transparent Line Security صورت میگیره که ارتباط امن‌تری خواهد بود. نکته که هست در مورد سکیوریتی مود این هست که وقتی که قصد دارید در نرم افزار وین باکس میکروتیک های شبکه‌تون رو بر اساس مک پیدا کنید، یعنی روی لودر کلیک کنید و میکروتیک ها رو براتون لیست کنه، میکروتیک ها هم نشانی آی پی خاصی ندارین، در اولین ارتباطتون هست در واقع، این گزینه TLS یا سکیوریتی مود رو توصیه میکنید میکروتیک غیر فعال کنید. خب من اجازه میخوام برگردیم و ارتباط با میکروتیک طریق وین باکس بررسی کنیم. خب میدید من نرم افزار وین باکس هم اینجا دارم، روش دوباره کلیک میکنم تا باز بشه. من اگر نشانی مک آدرس میکروتیک رو داشته باشم یا نشانی آی پی رو کافیه اینجا وارد کنم و روی دکمه کانکت کلیک کنم. اگر نداشته باشم کافی اون میکروتیک یا میکروتیکی به عنوان مثال روتر بوردی من خریداری کردم برای اولین ارتباطم میخوام واردش بشم، کافی هست که کابل شبکه‌ای داشته باشم اون رو به ادر یک روتر بوردم متصل کنم و سمت دیگر کابل رو به کارت شبکه سیستمم متصل کنم. ارتباط اینترنتی دیگه اگه دارم اونها رو بهتر قطع کنم. بعد از این میام روی این دکمه لودر وین باکس کلیک میکنم. به چند ثانیه‌ای که زمان سپری بشه من مشخصه های میکروتیک رو هم میبینم، مک آدرس آی پی مشخصه اون ورژن او اسش و این نسخه وین باکس دیگه ای هست متفاوت با اون چیزی که در اسلاید ها مشاهده کردید. اینجا بورد نیم رو هم به من نشون میده، پس مک آدرس رو من میبینم، آی پی که این میکروتیک داره، آی پی ادری که به سیستم متصل هست، ممکنه این میکروتیک اینترفیس ها یا ادر های دیگه ای هم داشته باشه که اونها در واقع آی پی شون اینجا نمایش داده نمیشه. ادر دوم میکروتیک دومی که مشاهده کردید حاضر شد، میکروتیکی که مربوط به ماشین مجازیمون هست که تنظیماتش رو انجام دادم. خب من اگه بخوام از طریق مک آدرس بچم کافیه روی مک آدرس میکروتیک کلیک کنم. اگر بخوام از طریق آی پی بچم کافیه روی نشانه آی پی میکروتیک کلیک کنم. من روی نشانه آی پی کلیک میکنم، نشانه آی پی اینجا ظاهر میشه. اگر هم روی مک آدرس کلیک کنم مک آدرس میکروتیک اینجا ظاهر میشه. برای اولین بار میخوام وارد شم و در واقع نام کاربری رو تغییر ندادم، لوگین نیمم ادمین هست، پسورد نداره، سکیور مود رو تیکش رو غیر فعال میکنم و بعد کانکت رو کلیک میکنم. ببینید این محیط میکروتیکی هست که من به از طریق نرم افزار وین باکس وارد شدم. خب من اینو خارج میشم تا بقیه گزینه های وین باکس رو هم خدمتتون توضیح بدم. ببینید من اینجا میتونم در بخش مربوط به نوت یک عبارت خاص رو تایپ کنم تا در کادر بعدی برای من نشون بده. من اینجا
عبارت رو که میخوام اینجا تایپ کنم، forum.shafaq.com هست با مشخصه های بالا. کافیه من اینجا روی دکمه سیو کلیک کنم، ببینید به سطر انتهای بخش پایینی وین باکس یک سطر اضافه شد، آدرس مک میکروتیک هست چون اونجا توی بخش کانکت تو آدرس مک بود، یوزرم ادمین هست و بعد اون نوتی هم که برای میکروتیک من نوشتم forum.shafaq.com بوده. پس به این ترتیب من اگه بخوام دفعه بعد وارد بشم کافیه خیلی راحت روی این سطر کلیک کنم، ببینید مشخصات میکروتیک همین هایی که اینجا هست تغییر پیدا میکنه. من اگر به این قسمت کانکت تو دقت داشته باشید، من وقتی بین این بخش های ذخیره شده وین باکس کلیک میکنم، ببینید مشخصات تغییر پیدا میکنه. پس من میتونم اینها رو ذخیره کنم و بعد دفعات بعدی که میخوام وارد شم روی اینها کلیک کنم و گزینه کانکت رو بزنم. این یه نکته. نکته بعدی این که یه گزینه دیگه اینجا شما ملاحظه میکنید، load privation هست. کاربرد این چیه؟ ببینید من وقتی وارد میکروتیک میشم از طریق نرم افزار وین باکس، ممکنه یه پنجره خاص رو باز کنم، من ممکنه این پنجره رو باز کنم و بعد خارج شم. اون گزینه load privation در واقع پنجره سعی میکنه پنجره های قبلی که من در محیط وین باکس باز کردم رو برای من به نمایش در بیاره. بعد کار کرد اون گزینه رو هم مشاهده فرمودید. در قسمت تول من میتونم همه آدرس ها رو حذف کنم اگه ذخیره شده باشه، حافظه کش رو باشه موقت در واقع کوچیکی که خود نرم افزار وین باکس داره رو پاک کنم، تمام دستورات رو در یک فایل خاص اکسپورت کنم یا تمام دستوراتی که در یک فایل خاص هست از جای دیگری ایمپورت کنم. توصیه میکنم از این گزینه اکسپورت و ایمپورت بخصوص اگر میکروتیک های متعددی دارید و پسورد های گوناگونی دارن که احتمال فراموش کردنشون میره، از این گزینه استفاده کنید. خب اجازه بدید برگردیم به اسلاید هامون. مرتبط با میکروتیک از طریق متنی و طریق نرم افزار وین باکس رو بررسی کردیم، اما در ابتدای بررسی وین باکس خدمتتون عرض کردم که نرم افزار وین باکس برای کار در محیط سیستم عامل مایکروسافت ویندوز هست و ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که اگر مایل باشید از سیستم عامل های دیگه استفاده کنید به چه طریق میتونید با میکروتیک ارتباط داشته باشید. راه های دیگه هم دارید اگر مایل باشید یا مجبور باشید از وین باکس استفاده نکنید. اولینشون ارتباط متنی هست. شما در هر سیستم عاملی که باشید قطعا نرم افزارهایی داره تا ارتباط از راه دور و از طریق SSH یا تلنت برقرار کنه. شما میتونید در هر سیستم عامل از اون نرم افزارها برای ارتباط از طریق پروتکل های SSH و تلنت با میکروتیک به صورت متنی استفاده کنید. راه بعدیش ارتباط با میکروتیک از طریق وب باکس هست. شما میتونید نشانی IP میکروتیکی که نصب کردید رو وقتی به اون شبکه ارتباط دارید رو در مرورگر وبتون وارد کنید، بعد صفحه وب باکس رو مشاهده میکنید که یه سری تنظیمات رو، نه همشون رو، نه مثلا در مورد کوی های میکروتیک، فایروال میکروتیک، روت میکروتیک و غیره رو میتونید تنظیمات رو اعمال کنید. باز چون در واقع به این ترتیب شما به هیچ سیستم عامل خاصی وابسته نیستید، فقط یه سیستم عاملی باشه که براوزر اینترنت داشته باشه و ارتباط شبکه داشته باشه، شما در این شیوه دوم هم در واقع وقتی با وب باکس کار میکنید وابسته به سیستم عامل ویندوز نیستید. آپشن سومی که برای ارتباط با میکروتیک دارید، شما میتونید وین باکس رو در محیط لینوکس استفاده کنید. برای این کار میتونید از نرم افزارهایی که اجرای برنامه‌های ویندوز رو در محیط لینوکس شبیه سازی می‌کنند، مثلا واین استفاده کنید. خب ببینید اگر بخوام صفحه وب باکس میکروتیک رو خدمتتون توضیح بدم، شما میتونید به عنوان مثال آدرس demo.mt.lv رو بررسی کنید و یه سری امکانات رو می‌بینید. صفحه مربوط به وب باکس که مشاهده خواهید کرد، مشاهده این چیزی که در اسلاید ملاحظه می‌کنید. در مورد ارتباط با میکروتیک در سیستم عامل خانواده گنو لینوکس، شما باید از نرم افزارهای به عنوان مثال نظیر واین استفاده کنید که باز البته عمل کردش برای خانواده های مختلف، یعنی توزیع های متفاوت لینوکس مختلف هست.
برای RPM پکیج ها با من مثال دستورش رو میبینید به این صورت بایستی استفاده کنید. اگر خواستید بیشتر در این مورد اطلاعاتی کسب کنید، چون ما اینجا صرفا اشاره میکنیم، میتونید به آدرس ویکی اوبنتو به فارسی wiki.ubuntu.ir واین هاو تو مراجعه کنید. اونجا اطلاعات خیلی کاملی هست در مورد نصب واین و در واقع اجرای نرم افزارهای ویندوزی در لینوکس از طریق اون. خب در اسلاید 32 که در مورد اولین ارتباط وین باکس با میکروتیک هست، پس داریم اولین گام های شما رو برای ارتباط میکروتیک بررسی کنید. وقتی میخواید یه روتر بورد سخت افزاری خریدید، میخواید باهاش کار کنید، اولین کارتون این هست که یک کابل رابط شبکه، یعنی در واقع RJ45 با پایه های RJ45 رو بین کارت شبکه سیستمتون و روتر بوردتون متصل کنید. توصیه میشه که از ادر اول میکروتیکتون استفاده کنید. نکته بعدی این که توصیه میشه از کابل استراید استفاده کنید، از کابل مستقیم استفاده کنید. اگه خاطرتون باشه در جلسه اول خدمتتون عرض کردم بعضی از مدل ها تصور میکنم 750 آر بی 750 بود که قابلیت تشخیص خودکار نوع کابل ارتباطی رو داشت، یعنی میتونست تشخیص بده شما کابلی که بهش مرتبط کردید کابل استراید هست یا کابل کراس هست. اما توصیه میشه به خاطر اینکه برای بقیه مدل های روتر بورد ها مشکلی پیش نیاد از کابل استراید استفاده کنید. توصیه سومی که میکروتیک کردین هست که ارتباطات شبکه ایتون رو هم از وایرلس و ارتباطات کابلیتون کلا قطع کنید، یعنی اگر شبکه متصل هستید قطع کنید یا لااقل از نشانی IP دیگه IP بدید به کار شبکتون که ارتباط شبکه نداشته باشه. نکته بعد این که یه نشانی IP از همون نشانی که روی ادر یک میکروتیک تنظیم کردید به کار شبکتون بدید. این مال وقتی هست که شما قبل از این با محیط متنی تنظیمات کار شبکه را انجام دادید یا روتر بوردی دارید که قبلا روش IP تنظیم شده، چون در اولین ارتباط شما از نشانی مک استفاده خواهید کرد قاعدتا. نکته بعد این که توصیه میشه نشانی IP یا مکی در بخش کانکتون نباشه. نکته بعد این که اگر این نشانی میکروتیک در اختیارتون نبود، اما از IP یا مک، روی دکمه مربوط به لود از نرم افزار وین باکس کلیک کنید. و باز هم یادآوری میکنم که برای ارتباط با مک میکروتیک، برای اینکه منجر به ناپایداری نشه ارتباطتون، گزینه سکیور مود رو از حالت انتخاب خارج کنید. اینها گزینه هایی بود یا در واقع توصیه هایی بود که میکروتیک برای اولین ارتباط با وین باکس بهتون ارائه داده بود. وقتی بعد از این کارها شما وارد محیط میکروتیک بشید، در واقع یه همچین محیط رو وارد محیط وین باکس بشید، یه همچین محیط رو مشاهده خواهید کرد. در سطر بالای وین باکس شما یه سری اطلاعات رو میبینید. نام کاربری هست، علامت ادساین هست، اینجا مک آدرس میکروتیکی هست که نشون بده من ارتباطم با میکروتیک از طریق مک آدرس هست، و بعد نسخه نرم افزار وین باکس هست و منوهای خود نرم افزار وین باکس هست. شما اگه بخواید دستورات متنی میکروتیک رو در نرم افزار وین باکس اجرا کنید، میتونید از گزینه نیو ترمینالش که در این قسمت هست که از دوستان سوال کردن، در این قسمت میتونید استفاده کنید. شما ممکنه در حین ارتباط با میکروتیک با یه سری مشکلات مواجه بشید که سعی میکنیم اون مشکلات رو اینجا دستبندی کنیم و در مورد راهکارهای در مورد رفع اونها هم یه سری توصیه خیلی مختصر خدمتتون ارائه بدم. این مشکلات رو من به سه دسته تقسیم کردم. دسته اول مشکلاتی هست که اختصاصا برای روتر OS هایی هست به صورت نرم افزاری روی ماشین مجازی یا روی خود یک سیستم به صورت مستقل نصب کردید. وقتی شما روتر OS رو روی ماشین مجازی نصب می‌کنید، مشکلی که ممکن اختصاصا داشته باشید در ارتباط با میکروتیک، یعنی در واقع روی سیستم اصلیتون، روی سیستم هاستتون لودر وین باکس رو کلیک کنید، ارتباط با میکروتیک نبینید، این هست که تنظیمات کارت شبکه مربوط به ویچوال ماشینتون رو شما درست انجام نداده باشید. این مشکل اختصاصی هست که مربوط به کارت شبکه ماشین مجازی تو ممکنه باشه. احتمالات دیگه هم هست که اونها در بخش مشکلات مشترک بررسی میشه. در مورد عدم ارتباط با روتر بورد های میکروتیک، مواردی که ممکنه
رخ بده. یکی اینکه کابل رابطتون رو چک کنید که سالم باشه. نکته بعدی اینکه ارتباط با مک، با مک آدرس میکروتیک صرفاً برای روتر بورد هایی هست که مستقیماً به طریقی به کارت شبکه سیستمتون ارتباط داشته باشن. روتر بورد هایی که در شبکه لن شما نباشن قاعدتاً توسط وین باکس شناسایی نمیشن. در مورد این نکته یه موردی رو به ذهنم رسید که خدمتتون بگم. در مورد ارتباط با مک شما میتونید توی میکروتیک، حالا بعدتر ان شاءالله پیش بریم کامل توضیح میدم توی جلسات بعد اگه عمر باقی مونده، شما وقتی روی میکروتیک یه ماشین مجازی ایجاد میکنید، درست اون میکروتیک از شبکه شما ممکنه دور باشه از طریق گزینه متا روتر در بین باکس، اما اولین ارتباطتون با اون ماشین مجازی هر چند مستقیم ممکنه به سیستمتون، به شبکه سیستمتون متصل نباشه، اما اونجا از طریق مک هست. موانعی که ممکنه مشترک باشه بین ماشین‌های مجازی، میکروتیک‌های روی ماشین‌های مجازی و روتر بورد‌ها، یکی بسته بودن پورت هست. به عنوان مثال ممکنه پورت 8291 که برای ارتباط با میکروتیک از طریق نشانی آدرس هست مسدود شده باشه. وقتی بعد اینکه مطمئن باشید هیچ نرم افزار امنیتی، آنتی ویروس یا فایروالی روی سیستمتون نیست یا ارتباط شما رو مسدود نکرده باشه. وقتی بعد اینکه پورت ارتباطی وین باکس مطمئن باشید تغییر داده نشده توسط کاربری و یه سری مسائل نظیر این بود. خب اجازه بدید من آدرس demo.mt.lv رو با هم بررسی کنید. خب این نمونه از صفحه‌ای هست که میکروتیک به صورت دمو برای استفاده شما قرار داده. ببینید من نشانی اون میکروتیکی رو که نصب شده اینجا وارد کردم، این صفحه برای من باز شد. من در این صفحه گزینه‌های مختلفی دارم. به عنوان مثال میتونم با کلیک روی این گزینه نرم افزار وین باکس رو دانلود کنم یا به عنوان مثال از بخش گراف نمودارهای میکروتیک رو ببینم. من الان به عنوان مثال نمودار سی پی یوزج رو مشاهده می‌کنم با بازه‌های زمانی مختلف، یا میتونم در واقع اینجا ترافیک هدرهای مختلف میکروتیک رو ببینم. این یه سری امکانات هست که برای نمونه شما میتونید در اختیار داشته باشید. دقت داشته باشید همه این امکانات به صورت دمو در نشانی میکروتیک در اختیار شما هست. خب این یوزرنیم پسورد میخواد، امیدوارم با یوزرنیم پسورد پیش فرض کار کنه، یعنی ادمین بدون پسورد متاسفانه. بله خب این محیط وبپیک هست. من بدون نیاز به نرم افزار خاصی، بدون نیاز به نصب وین باکس تونستم یه سری تنظیمات رو میتونم من اینجا امر کنم. ببینید این در واقع مشابه اون چیزی هست که من در محیط وین باکس هم دارم. یعنی شما اجازه بدید من به وین باکس، من اینجا در محیط وین باکس دکمه های آندو و ریدو دارم، گزینه هاید پسورد دارم، سیف مود رو میتونم از طریق نیو ترمینال کنترل ایکس استفاده کنم و برای لاگ اوت هم یه سری امکانات هم هست. اینجا در واقع من یه سری گزینه ها سمت دارم، یه سری این سمت manual make support new terminal و نظر اینها. یه نکته، این نکته بعدی این که میخوام خدمتتون عرض کنم، شما ممکنه ترتیب گزینه ها رو در نسخه های مختلف میکروتیک متفاوت از هم ببینید یا جای بعضی از گزینه ها. به عنوان مثال ممکنه گزینه‌ای باشه که در نسخه های قدیمی به صورت مستقل قرار داشته باشه و در نسخه‌های جدیدتر مثلا به زیر مجموع دستورات IP اضافه شده باشه. پس اینجا ما ارتباط با میکروتیک از طریق وبپیک رو بررسی کردیم. بدون نیاز به وین باکس من میتونم تقریبا همون کارهایی رو که با وین باکس انجام میدم از این طریق انجام بدم و امکاناتش در اختیار من هست.
یکی از دوستان هم سوالی پرسیده بودن در مورد رابطه پاور و سرویس هایی که میکروتیک ارائه میده. ببینید شما وقتی از یک روتر بورد به صورت عادی استفاده میکنید، عادی منظورم این هست که صرفا در شبکه لن داره سرویس میده بهتون، خب این فقط روتر بوردش نیاز به برق داره. وقتی شما این رو به صورت یک روتر بوردی که در واقع سرویس وایلس رو هم ارائه میکنه به کار میگیرید، شما چند قطعه دیگر هم بهش اضافه کردید. حداقلش اینه که شما یک کارت مینی پی سی آی وایلس بهش اضافه کردید به اضافه رابط ها، پیکتل و آنتن. همه این تجهیزات نیاز به برق دارن. بنابراین توصیه میشه شما وقتی که میخواید از یک روتر بورد به عنوان سرویس دهنده وایلس استفاده کنید، دقتی داشته باشید به پاوری که قرار هست برق اون رو تامین کنه. تو اسلاید های جلسه قبل هم من خدمتتون عرض کردم به عنوان مثال یکی از میکروتیک ها روتر بورد ها رو که با هم بررسی کردیم، میزان توان مصرفیش در حالت عادی 2.4 وات بود، در حالت فول لود و تمام بار 3.6 وات. خب طبیعتاً این نیاز به یک تأمین کننده پاور مطمئن تری داره در این شرایط. خب من از دوستان تشکر میکنم که با حوصله و صبر در این جلسه هم شرکت کردن.